سلام به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سر خط خبرها، برگشت دوباره طالبان به فاریاب پس از رفتن جنرال دوستم به سرپل. طالبان 23 نیروی مردمی و 3 غیر نظامی را در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب کشتند. بچه کوکو، بچه همه، نواسی همه، کلن دیگه از فامیل خود ما بود، اینا را بی‌رحمانه تیرباران کردن. طرح تازه و جامعه حکومت افغانستان در جلوگیری از تلفات غیر نظامیان. رئیس جمهور غنی به تمامی مسئولان حکومتی دستور می‌دهد تا در هنگام تحرکات نظامیشان قانون را رعایت کنند. و دفاعی را برشان رهنمود صادر کرد و مکلف ساخت تا به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامی ها در میدان نبرد تمام کوشش ها را به خرج بدن تا تلفات غیر نظامی ها کاهش پیدا کند. دشمنی داعش با آموزگاران و دانش آموزان. باشندگان ننگرهار میگویند که جنگجویان داعش 6 مکتب را در ولسوالی اچین ننگرهار بستند. آقا معلمان چه مکتب ویلی لغوی کوریم تا لاشی که لغوی سامانونی ویولا لغوی مالونی ویولا. رشد اقتصاد ملی و اشتغال زایی با تقویت صنعت قالین افغانی. رئیس جمهور غنی به وزارت تجارت دستور داده است تا طرح روشن را برای حل مشکلات صنعت قالین آماده سازد. جلال پاپ رئیس جمهور هدایت دادن که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنند. و دومین روز ادامه لیگ برتر افغانستان روشن. بازی تیم‌های هندوکش و ده عباسین سپهی با نتیجه مساوی پایان یافت. من فواد امان هستم. طالبان 22 تن از نیروهای مردمی و 3 غیر نظامی را در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب کشتند. این رویداد دیروز هنگام رخ داد که 40 تن از نیروهای مردمی از ولسوالی خواجه سبزپوش با کمک همسنگرانشان در شیرین تگاب می رفتند. اما در راه با کمین طالبان روبرو شدند. طالبان شماره از آنان را اسیر گرفتند و سپس تیرباران کردند. در حالی که شورای ولایتی فاریاب مسئولان محلی را در جلوگیری از این رویداد به بی‌پروایی متهم می‌سازند، فرمانده پلیس این ولایت می‌گوید که این گروه نیروی مردمی بدون هماهنگی با پلیس به شیرین تگاب می‌رفتند. تا دیروز برای دفاع از این مردم می‌کوشیدند که امروز جسدهای آنان را بر دوش دارند. جسدهای 17 مردی که می‌رفتند تا همسنگرانشان را برای نبرد در برابر طالبان در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب یاری برسانند. دولت بیخی بر ضعیف تو بو دولت قطعا وجودیات خصوصا رهبری به ولایتن من و نمایندهش مردم پاریا کوب گلمند من. روزی محمد یکی از کسانی است که توانسته خودش را از این کمین طالبان بیرون بکشد و جان به سلامت ببرد. مردم محل 15 نفر ما مردم پوت کرده بود، مثلا یک دانه موتورسیکل سوار کرده بود، باز شو همه کلش آمده بود در قره مجاوجا سفینا. نزدیکان خشمگین قربانیان این رویداد نمیخواهند با خبرنگاران گفتگو کنند، هرچند شماره دیگر از آنان که به بلخ رفتند در گفته های به این رویداد میپردازند. تعداد 22 نفر از نزدیکای ما، کلن از اقارب خود ما بود، بچه کاکا، بچه همه، نواسی همه، کلن دیگه از فامیل خود ما بود، اینا را بی‌رحمانه تیرباران کردن. هر جایی که دولت میره تصفیه میکنه، دولت میره اجاره تصرف میکنه، باید یک استراتژی دراز مدت را اوجا در نظر گرفته بعدا اوجا را ترک میکنند. فاریاب در هفته های اخیر موجی از خشونت ها را گواه بوده است، اما با عملیاتی که به فرماندهی جنرال دوستم در این ولایت را اندازی شد، مخالفان مسلح دولت ناچار شدند تا از پایگاهشان در فاریاب پس بروند. رویداد اخیر
نخستین حمله سنگین طالبان و دنبال آن عملیات نظامی است. برای بحث بیشتر در این باره بشیر احمد تیانج از نماینده های فاریاب در مجلس نمایندگان اینجا با ما هستند. بسیار خوش آمدین آقای تیانج. به نظر می رسد که عملیات نظامی به رهبری جنرال دوستم در ولایت فاریاب هم نتونست مانع حملات حراس افغانانه مخالفان مصالح دولت شود. طالبان دوباره به این ولایت برگشتند و مردم و هنوز هم بسیار آسانی می کشند. دست باز دارند در ناامنسازی و دامن زدن خشونت ها در فاریاب به اساس این گزارش. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکارای عزیز و ملت مسلمان افغانستان سلام تقدیم میکنم. سلام شما. در قدم اول تسلیت خود را به این خانواده هایی که متاسفانه عزیزای خود در دیروز در حادثه ناجوان مردانه که از طرف طالبا که نی نشانه مردی است، نی نشانه انسانیت است، نی نشانه اسلامیت است، نی قاعده جنگ است، به تعداد حدودا 20 یا اضافه تر از 20 تن از افسرها سربازای پلیس کمکی را ناجوان مردانه به شهادت رساندن، تسلیت عرض میکنم. ببینین، من موافق نیستم که عملیاتی را که تحت سرپرستی جناب مان صاحب اول در فاریاب راه اندازی شد بی نتیجه بوده باشد. طالبا یعنی دوباره قادر شوند که او دستاوردهایی که در فاریاب به دست آمده که دستاورد در چند سال اخیر بی سابقه بود را برهم بزنند، یا در واقع ما حضور گسترده از اینا در فاریاب در آینده های نزدیک بوده باشیم. اولا این حادثه در ذات خود یک حادثه است که غافلگیرانه است. این نیروها متاسفانه بدون هماهنگی از ولسوالی خوج سبزپوش به وارد ولسوالی در واقع تگاب شیرین شدند. این نیروها تقریبا مسئولیت امنیت ولسوالی خوج سبزپوش و مناطق از زور داشتند، ولی هنوز هم مقامات محلی هیچ کسی مسئولیت را نمیپذیره که برای قماندان این نیروها که به نام فیاض خان است که کی دستور داده که اینا اونجا برن، و در این حال بدون اطلاع طالبا که به دلیل شکست های فاحشی که در فاریاب داشتن، ضربات سنگینی که دیدن، اینا خیلی خشمگین و در این حال عقدمند بودن، احتمال از این میرفت که اینا از یک جای سر در بیارن و متاسفانه نیروهای ما را مورد ضربه قرار بدن، که این در واقع ایجاب از این میکرد که نیروهای ما یک مقدار هوشیارتر و یک مقدار با اطلاعات بیشتر عمل میکرد کردن، چنین اتفاقی روی نمیداد. بنابراین طالبا از این خلای در واقع نظامی استفاده کردن، چنین ضربه مصیبت باری را وارد به حساب بدنه نظامی سکتور نظامی فاریاب کردن. ما آقای تیانج، گزارش های وجود داره که به مجرد رفتن جنرال دوستم از فاریاب به سر پل، طالبان بخش از ولسوالی شیرین‌تگاب دوباره به تصرف خود در آوردن و اونجا دوباره در حال هسته‌گذاری هستند. پس چگونه این عملیات جنرال دوستم توانسته نتیجه بات و ملموس برای امنسازی ولایت فاریاب داشته باشه و مانع برگشت دوباره طالبان به این ولایت شده باشه؟ بله، یقینا مان صاحب اول بعد از برگشتان از قیصار، که اونا برگشت کردن، جغرافی های فاریاب بر وطندارا معلوم است که از قیصار تا فاریاب تا دولت تگاب شیرین تقریبا 200 کیلومتر فاصله است. اونا از مسیری که طرف شبرغان می آمد، از مسیر سرک عمومی که سرک پخته شارهای عمومی است اوجه نرفتن، از نقاطی که نام بود و نفوذ حضور طالبا بود از این منطقه عبور کردن و این مناطق هم تصفیه شده اعلان شد. ببینید، نیاز اساسی در فاریاب تحکیمات است که درست است ما اون صاحب اول با یک زحمت، با یک فداکاری، با یک از خودگذری اوجه رفتن، یعنی طالبا را تلفات دادن، طالبا را از منطقه متواری کردن، طالبا در واقع پاکسازی شد، اما به دنبال از این عملا ما شاهد تحکیمات این مناطق بوده باشیم. خب طالبا خطر جدی است. حالا چرا حکومت افغانستان یک برنامه راهبردی برای جلوگیری از هسته گذاری دوباره طالبان در فاریاب روی دست نمیگیره؟ عرض ما این است که همونطوری که گفتیم به تگاب شیرین که آمدن مدت زیادی در اینجا در واقع توقف نکرده بودن. بله. مناطق را اطمینان دادن که در این مناطق طالبان نیست، اونا مسیر خود را طرف شبرغان گرفتن و تصمیم داشتن که زودتر به سرپل برسن، کار خود را کردن، ولی تحکیمات و یا در واقع پشت جبهه را تقویه پشت جبهه از وظیفه نهادهای از وظایف جدی نهادها بود که نهادهای امنیتی بود که کار میکردن. خب ببینید، دولت افغانستان رئیس جمهور از باید دستور میداد به نهادهای مسئول داده شده، دستور داده شده. ببینید، روی دست میگرفتن. ما در جریان هستیم، دستور داده شده. متاسفانه یک مقدار هم از نقطه نظر زمانی ما وقت کم داشتیم، هم یک مقدار کم توجه است. من یک مثال را براتون میگم، به دلیل شایعات و دروغ پراگنی های تعلقات مرتبط با طالبا، اونا ادعا کردن که دیج نسل کشی میشه، دیج پاکسازی قومی میشه، دیج ملیشه سازی میشه، حکومت یک آیتی را زحمت دادن در اوج
فرستادن. به دلیل حقیقت یابی اوجا رفتن، خود اقوام پشتون گفتن که هیچ گونه در واقع خطر، هیچ گونه ضرری از طرف نیروها به ما نرسیده. این یقینا کار طالباس و از گلوی طالبا بلند میشه که دولت به جای روان کردن این هیئت باید مهمات اوجا بفرسته، تجهیزات بفرسته، با وسایل ضروری که بر استقامات ضرور است اونا را بفرسته. گلمندی ما، گلمندی مردم فاریابی است که دولت کمتر توجه میکنه. ما اون سای باول به قوای بسیار زیاد اوجا رفتن، مناطق را پاکسازی کردن، حالی قرار نیست که همیشه در فاریاب بوده باشن و از مناطق حفاظت بکنن. با توجه به این رویداد امروز، کشته شدن 25 تن از باشنده های ولایت فاریاب به دست طالبان، فکر نمیکنین که باز هم نیاز از جنرال دوستم دوباره به فاریاب بتازد در برابر طالبان بجنگه تا این ولایت به گونه کامل دیگه از موجودیت طالبان پاکسازی شود؟ خب یقینا گزینه جنگ جنگ است، یعنی در واقع جواب یعنی نیاز جنگ است تا جنرال دوستم دوباره بر بگرده به فاریاب. عرض می‌کنم که ما متاسفانه در طول این مداخلات و تجاوزاتی که به افغانستان شده شاهد این قسم مصائب و مصیبت های بسیار زیادی بودیم، اما مردم افغانستان تسلیم این موضوعات نمیشن. نیروهای ما هنوز بسیشتر میشن، مردم ما جدیتر میشن. طالب دهی اما با این عمل کردشان، با این سربریدنشان، با این در واقع خون ریختنشان، هنوز مردم را در مقابل خودشان تنفرش را افزایش میتن و این نمایندگی از در واقع زبون بودن طالباست و ناامید و مایوس بودن طالبا از پیروزی و از مردم افغانستان است. که اگر در صورتی که اینا به یک اصلی وابسته می بودن، معتقد و باورمند می بودن، چنین کار را نمی کردن. ما اسیرای زیادی را در اواخر داشتیم، حتی 3-4 نفر قصد جان ما اون سای باور را کرده بودن. ما بدون هیچ دغدغه خدای نخواسته می تونستیم اونا را از بین ببریم، ولی قاعده جنگیره ایجاب نمی کنه که ما خدای نخواسته اینا را بکشیم. این ارگان های عدلی و قضایی داریم، ما باورمند با آینده هستیم که اینا را اصلاح می کنیم، اینا برای بالای سر از اینا پیروز میشیم. و این عملکرد طالبان به هیچ وجه به این معنا نیست که طالبا باز در فاریاب حضور قبلی خود را داشته باشه و نیروهای ما خدای نخواسته کم بیارن. بسیار کوتاه بگین، آیا تمامی جغرافیای ولایت فاریاب همین لحظه شما صحبت میکنین زیر حاکمیت دولت است؟ اطلاعات شما یقینا تمام مناطقی را که ما بازپسگیری کردیم از طالبا امنیت وجود داره. یعنی این منطقه حادثه ایم که شده باور کنید اوج اوقدر طالب قدرت قوی نداره. ام اطلاعاتی را که دقیق داریم، قاری رحمت الله به حساب مو مسئول منطقه که داستان بابا است، امیالید به یک منطقه در یک مسجد تکتاش میگه با 40 نفر در اونجا حضور داره. تعداد از اونها از 100 نفر از این تمام 40 قری داستان بابا تجاوز نمیکنه. طالبان دو توانمندی هم نداره. فعلا وضعیت عمومی در ولایت فاریاب الحمدلله رو به بهبود و خوب است. بشیر احمد تیانج نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان، سپاس از حضورت. ادامه خبرها. رئیس جمهور غنی تمامی مسئولان حکومتی را بر رعایت قانون در هنگام تحرکات نظامی برای مسئولیت غیر نظامیان مکلف ساخته است. آقای غنی در نشست شورای امنیت ملی با نهادهای دفاعی و امنیتی کشور دستور داده است تا در همکاری با نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تلفات غیر نظامیان را به گونه دقیق بررسی کنند. ریاست جمهوری میگوید که حکومت یک طرح جامع برای کاهش تلفات غیر نظامیان را روی دست گرفته است. قربانی خشونت ها در افغانستان غیر نظامیان. پس از رویدادهای خونین در کشور به ویژه در کابل، به تازگی حکومت طرحی را روی دست گرفته است تا بر بنیاد آن در تلفات غیر نظامیان کاهش بیاید. بر بنیاد این طرح حکومت به نهادهای دفاعی و امنیتی دستور داده شده است تا در میدانهای نبرد اصلهای را رعایت کنند که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. رئیس جمهور افغانستان با عنوان سرقومندان اعلی در نشستی که در شورای امنیت صورت گرفته بود، تمام نیروهای امنیتی و دفاعی را برشان رهنمود صادر کرد و مکلف ساخت تا به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامی ها در میدان نبرد تمام کوشش ها را به خرج بدن تا تلفات غیر نظامی ها کاهش پیدا کنند. رئیس جمهور نهادهای دفاعی و امنیتی را مکلف ساخت است تا در همکاری با دفتر سازمان ملل در کابل تلفات غیر نظامیان را به گونه دقیق بررسی کنند، چیزی که هنوز هم میزان بلند تلفات غیر نظامیان به گروه های حراس افغان چون طالبان نسبت داده می شود. تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های انتحاری و انفجاری طالبان خشم همگان را برانگیخته است. برمیگرده به مخالفین دولتی حملات که هر کس باشد چنین حملات را انجام میتن، این را باید درک بکنند که عملشان خلاف اسلام هم است،
خلاف قوانین نافذه کشور هم است، خلاف قوانین جنگ هم است که افغانستان او را امضا کرده. بر بنیاد قانون اساسی کشور، دولت مکلف و متحد بر تامین امنیت مردمان کشور و مسئولیت آنان است. هرچند عالمان دین هم تلفات غیر نظامیان را در حمله های حراس افکنانه مخالف ارزش های اسلامی و انسانی می دانند. این مکلفیت های بیشتر از همه مربوط می شه به دولت و نظام حاکم که اصول باید رعایت بکنه، سبب آوردن امنیت و صلح دائمی در کشور می شه که این نیازی مردم از دولت است و نیازی دولت از مردم که با ایجاد جالهای امنیتی بتانن این مشکلات به نحوی از آنها درمان بکنن. افزایش تلفات غیر نظامیان نگرانی های زیاد را به دنبال داشته است. تازه ترین آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان رو به افزایش است. بر بنیاد این آمارها مسئول 70% تلفات غیر نظامیان در کشور گروه های حراس افغان هستند. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. با ادامه خبرها خوش آمدید. دومین روز از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر افغانستان روشن با تساوی همراه شد. تیم‌های عقابان هندوکش و دباسین سپه در دومین روز این رقابت‌ها به مسافه هم رفتند که در پایان دو تیم به برابری 1-1 رضایت دادند. در این دیدار محمد نواز زازای در دقیقه 77 برای دباسین و مهدی بهزاد در دقیقه 91 برای عقابان هندوکش گلزنی کردند. این دیدار در حضور بیش از 3000 طرفدار دو تیم در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار شد. بازی را در نیمه نخست بازیکنان دباسین سپه آغاز کردند. نخستین و جدیترین موقعیت در نیمه نخست در دقیقه دوم روی دروازه عقابان هندوکش رقم خورد. پاس در عرض بازیکن سمت راست دباسین به بازیکن شماره 10 این تیم محمد نواز زازای رسید و ضربه این بازیکن را کاوش ایدری به خوبی برگشت داد و توپ برگشتی را بار دیگر بازیکن دباسین به سمت دروازه عقابان شوت کرد که این بار مدافع عقابان آن را مهار کرد و مانع باز شدن دروازه تیمش شد. در ادامه دو تیم بازی متعادل را از خود به نمایش گذاشتند و حملات نصف و نیمه را روی دروازه یکدیگر ترتیب دادند، اما موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشدند. در اواسط نیمه نخست بازیکنان عقابان هندوکش در پشت محوطه جریمه دباسین صاحب موقعیت شدند که شوت بازیکن این تیم را هیمل گریوال دروازه‌بان دباسین از زیر تاق دروازه روانه کارنر کرد تا نیمه نخست با برابری بدون گل به پایان برسد. دو تیم نیمه دوم را هم هجومی آغاز کردند. در نخستین حمله جدی در نیمه دوم در دقیقه 57 بازیکن سمت چپ عقابان توپ را روی دروازه دباسین ارسال کرد که مهاجم این تیم به توپ نرسید و توپ از رو برای دروازه خالی روانه بیرون شد. در دقیقه 67 این بار نوبت دباسین سپه رسید. این بازیکن دباسین از سمت راست روی دروازه عقابان هندوکش توپ را ارسال کرد و محمد نواز زازای با ضربه سر توپ را به سمت دروازه عقابان فرستاد که این بار تیرک دروازه مانع باز شدن دروازه عقابان شد. اما سرانجام حملات دباسین نتیجه داد و در دقیقه 67 پاس در عرض فراد اندر بازیکن شماره 18 به محمد نواز زازای رسید و این بازیکن نیز توپ را روانه دروازه عقابان کرد که توپ پس از برخورد به کاوش حیدری دروازه‌بان عقابان وارد دروازه این تیم شد و دباسین 1-0 پیش افتاد. پس از این گل بازیکنان اندوکش حملاتشان را افزایش دادند و سرانجام در دقیقه 91 حملات این تیم نتیجه داد و مهدی بهزاد از سمت راست به قلب دفاع دباسین زد و با شوت دقیق دروازه ایمل گریوال را باز کرد تا عقابان هندوکش در نخستین دیدارشان شکست نخورند و این بازی با برابری 1-1 به پایان رسید. کل تیم قوی است این سال نسبتا به دیگر سال‌های گذشته. خب باز هم ما میگیم که ما در فاینال را پیدا میکنیم. تیم ها بسیار با یک آمادگی خاص وارد میدان شدند و آمدن بسیار آمادگی خاص گرفتند. هر تیم امید از این داره که در فاینال بازی بکنن. قبل از بازی ها میگفتن گروه شاهین گروه مرگه، ولی من الان میگم گروه ما گروه مرگه. تا جایی که میبینید تیم هر گروه ما بسی سخت‌تره. تیم ما ډیر خپ مخ روان ده او ان شاء الله امید لرم څلور تیمونه تبلار پیدا کو. در امین اول باشندگان پایتخت از برگزاری این رقابت‌ها ابراز خوشی میکنند. با یک هوای صلح‌آمیز ما اینجا میتونیم اشتراک کنیم و ما تیم از نزدیک ما تشویقشان کنیم. بسیار خوشحالی میکنیم که در افغانستان یک قسم یک لیگ است. دیگه جای خوشحالی خرسندی است. دیگه زیاد علاقمند فوتبال است. امیدوار هستم که عقابان هندوکش تمام حریفای خود شکست بده زنده و عقابان هندوکش. یک لیگ بسیار منسجم با ترتیبات بسیار عالی و باشکوه.
وسط بازیکنان بسیار بالا رفته. در دیدار افتتاحیه این رقابت ها روز پنجشنبه سیمرغ البرز موفق شد 3-1 شاهین آسمایی مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها را از پیش رو بردارد. در ادامه این رقابت ها روز شنبه هفتم سنبلت تیم های دمیوند اتلان و طوفان اریرود در دیدار تماشایی به مسافه یک دیگر خواهند رفت. گروه داعش مکتب ها را در دره مومند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بستند. شمار از باشندگان ولسوالی اچین ننگرهار می گویند که گروه داعش آموزگاران را از رفتن به مکتب ها هشدار دادند. با گفته آنان داعش بدین باور است کسانی که به مکتب می روند در آینده به حکومت کار خواهند کرد. باز هم بازی با سرنوشت کودکان در کشور. نگرانی باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از بسته شدن مکتب ها از سوی گروه داعش. شماری از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ادعا دارند که گروه داعش در دره مهمند این ولسوالی مکتب ها را برای دانش آموزان بستند. خو معلمان مطلق خبر ورکړی تاسو به بیخی مکتبونه نه ځی هغه معلمان چې چا مکتب ویلی د هغوی کور یم تلاشي کړی د هغوی سامانونه یې وړه د هغوی مالونه یې وړه او دوی ته داسې ویلي چې تاسو به نور مکتب نه ځی. گفته می شود که در حال حاضر 6 مکتب در دره مهمند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار برای دانش آموزان بسته شدند. این باشندگان که خود نیز از داعش اراز دارند و نمی خواهند که هویتشان فاش شود از این کار داعش سخت نگران هستند. در مهمند دسره کمن لیسا دا اغم تردل شوی دا بنده کردی دا پا حقی که وز مکتب چال درس و دا غنور که ایلا اغه کې وست د انسانانو په ځای باندې خره او زی مالونه تړل کیږي و همداس په کلینیک کې د واګانی چور کړي د معلمانو کورونی چور کړه. در همین حال ریاست معارف ولایت ننګرهار با تایید این خبر میگوید که 6 مکتب که در دری مهمند ولسوالی اچین ولایت ننګرهار از سوی گروه داعش برای دانش آموزان و آموزگاران بسته شدند. 41 تن از آموزگاران این مکتب ها به مکتب های بخش های دیگر این ولسوالی فرستاده شدند. چین ولسوالی د مامن په سیمه کې شپږ ښوونځي چې یوه لیسه ده، یوه منځنی ښوونځی دی او څلور لومړني ښوونځي دي. با تلاش های مکرر موفق نشدیم تا دیدگاه مقام های محلی ولایت ننگرها را درباره بسته شدن مکتب ها از سوی گروه داعش داشته باشیم. دیده می شود که در بسیاری بخش های کشور هم طالبان و هم گروه داعش نخستین اقدامشان بستن مکتب ها برای دانش آموزان و آموزگاران است. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه ببینید. با ادامه خبرها خوش آمدید. رئیس جمهور غنی به وزارت تجارت و صنایع دستور داده است که برای حل مشکلات در بخش صنعت قالین طرح مشخص بسازد. مسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان قالین میگویند که رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای این اتحادیه نقش تولید قالین را در رشد اقتصاد ملی و کاریابی در کشور بسیار با اهمیت دانسته و به وزارت تجارت و صنایع دستور داده که تا 2 هفته دیگر طرح روشن برای حل مشکلات صنعت قالین بریزد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترکمنستان از همکاری های فنی ترکمنستان در رشد صنعت قالین افغانستان سخن زد. ادامه خبرها در تولو نیوز. نشست رئیس جمهور میگوید که با در نظر داشتیم که قالین از کالاهای مهم صادراتی کشور است و در این بخش 1,600,000 فرد کار میکند، ترکمنستان پذیرفته است که صنعت قالین افغانستان را کمک های فنی میکند. جلد پاپ رئیس جمهور هدایت دادن که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنن و همچنین هدایت دادن به اکادمی ترکمنستان که نقش قالین در میراث فرهنگی مشترک ما مورد توجه همه جانبه قرار بده. در امین المسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین با استقبال از اقدامات اخیر رئیس جمهور در بخش صنعت قالین میگویند که با وجود پیشرفت های بزرگ در صنعت قالین در چند سال گذشته هیچ کاری در این بخش نشده است. خود رئیس فرمودند که صنعتگرا از دولت از حکومت فاصله گرفتن. ما وعده کردن که ما میخواهیم که وعده که میکنم عملی شود و جدا برای وزیر تجارت امر نمودند که تا 2 هفته بعدی حداقل
وظایف که درباره سکتور قالین که مربوط وزارت تجارت است بر ما راپور شبر و از اجرات معلومات بگی. متاسفانه در مجموعه صنایع افغانستان وزارت تجارت و دیگر وزارت های سکتوری افغانستان به شمول دستگاه ریاست جمهوری هیچ کار مثبت انجام ندادن. صنایع ما دولت ورشکستگی است. از سوی مزایای اتحادیه تبدیل کنندگان و صادر کنندگان قالین از رئیس جمهور می خواهند که در کنار افزایش روند برگزاری نمایشگاه های قالین در داخل و خارج از کشور، ایجاد پارک های ویژه قالین در کشور بسیار مهم است. آنان می گویند که در حال حاضر شمار زیادی از قالین بافان به علت نبود بازار و نارسایی های مالی دست از قالین بافی کشیده. باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس در یک برنامه زباله ها را از این شهر گردآوری کردند. شرکت کنندگان این برنامه می گویند که این کار به هدف نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست براه انداختند. در این برنامه شماره از ورزشکاران، نیروهای امنیتی و فعالان جامعه مدنی شرکت داشتند. در این برنامه شماره از ورزشکاران، نیروهای امنیتی و فعالان جامعه مدنی شرکت کردند. شرکت کنندگان این برنامه حفاظت از محیط زیست و نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی را برای باشندگان شهرها یک نیاز می دانند و می گویند که این برنامه به هدف پاک نمودن شهر از وجود زباله ها و همکاری با اداره شهرداری را اندازی شده است. ما من ایسی ورزشکار آمدیم که شهر خود را پاک بکنیم و از مردم هم می خواهیم که به صفاگری شهر خود بیاین و اشتراک کنیم. مردم هم توقع داریم تا بیاین شهر ما را پاک صفا سن. شمار از نیروهای امنیتی نیز در این برنامه شرکت کردند. این سربازان می گویند که در کنار تامین امنیت، سربازان ارتش در کار پاک نگه داشتن شهر و حفاظت از محیط زیست نیز خودشان را به حیث یک شهروند مسئول می دانند. خواستیم که یک صفایی شهر یا پاکی شهر نهادی نشود و اردوی ملی و تمام نیروهای امنیتی در اینجا شرکت کردند تا اینکه شهر پاک بسازند و این نهادی نشود. امروز ما یک اشر عمومی برای انداختیم به کمک همکاری اداره محیط زیست که اگر چه شهر ما فضل خداوند پاک است، به خاطر همین نیادار شدن همین فرهنگ پاکاری و همکاری مردم هم یک سرمشق به خدمت شه که به خیر خوشی هر دو ماه یک دفعه ادامه داره. در این برنامه جاده های مرکزی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از وجود زباله ها پاکاری شدند و شهرداری این ولایت چندین موتر زباله را به بیرون از شهر انتقال داد. دو رقاص آرژانتینی برنده جشنواره رقص تانگو شدند. این رقاصان توانستند از میان 41 تن که در این جشنواره در کشور آرژانتین از سراسر جهان شرکت کرده بودند مقام نخست را به دست آورند. جشنواره رقابت‌های رقص تانگو 4000 دلار و یک تکت رفت آمد را به پلیس برای آنان اهدا کرد. رقاصان آرژانتینی توانستند برنده جشنواره رقص تانگو جهان شوند. این جشنواره که از 14 ماه روان میلادی در کشور آرژانتین راه اندازی شده بود، در آن 40 رقاص از سراسر جهان با هم رقابت کردند تا مقام نخست این جشنواره را به دست آورند. اما دو تن از رقاصان آرژانتینی با حرکات ویژه خود توانستند توجه داوران این جشنواره را به خود جلب کنند و برنده این دوری از رقابت ها شوند. هرگز نمیتوانم این لحظه خوشیم را فراموش کنم. من هرگز تصور نمی کردم که برنده مقام نخست شوم. اکنون من نمیدانم که از خوشی زیاد گریه کنم و یا بخندم. در همین حال مقام دوم و سوم این جشنواره را نیز رقاصان کشور آرژانتین به دست آوردند. اما رقاصان روسی و ایتالیایی که در میان 4 بهترین قرار داشتند نتوانستند حتی جایگاه سوم را نیز به دست آورند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از گسترش قاچاق انسان هشدار می‌دهد. سخنگوی این کمیشنری می‌گوید که قاچاق انسان از مدیترانه تا به سراسر اروپا افزایش یافته است. پیش از این دو کشتی حامل بیش از 500 پناهجو در آب‌های شهر زواره لیبیا غرق شدند و همچنان جسدهای بیش از 70 تن از یک موتر باربری در اتریش پیدا شدند. گسترش تجارت قاچاق انسان از مدیترانه تا به شاهراهای اروپا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را نگران ساخته است. سخنگوی این کمیشنری از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای رسیدگی به بحران پناهجویی گام‌های بیشتر را بردارد.
این واضح است که تجارت قاچاقبران نه تنها از مدیترانه بل تا شارههای اروپا بیشتر شده است. مردم در موترهای باربری و قایقها در مرزهای اروپا جانهایشان را از دست می دهند. نگرانی از افزایش قاچاق انسان در حال مطرح می شود که هزاران تن با خطر انداختن جانهایشان در تلاش رسیدن به اروپا هستند. از این میان محمد محمدی یک پناهجوی افغان است که به یک منطقه ساحلی ترکیه رسیده است و به امید یک آینده بهتر در تلاش رسیدن به اروپا است. من در آنجا هیچ آینده ای نداشتم. از مسئولیت در آنجا برخوردار نبودم. به یک آغاز تازه نیاز دارم. هزاران پناهجو در حال برای رسیدن به اروپا می کوشند که به تازگی پلیس اتریش جسدهای بیش از 70 تن را از یک موتر باربری کشف کرده است و تا کنون 3 تن در پیوند با این رویداد بازداشت شدند. افزون بر این دو کشتی حامل بیش از 500 پناهجو در آبهای شهر زواره لیبیا غرق شدند. گاردهای ساحلی ایتالیا و لیبیا تنها به نجات بیش از 200 تن آنان موفق شدند و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارند. اسلام آباد از کابل خواسته است تا برای تامین امنیت دیپلمات‌های پاکستانی اقدامات بیشتر را روی دست گیرد. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که امنیت و مسئولیت دیپلمات‌های کشورش در افغانستان از اولویت‌های اسلام آباد است. آقای خلیل الله می‌افزاید که وزارت خارجه پاکستان این موضوع را با مقام‌های با صلاحیت در افغانستان در میان گذاشته است و حکومت افغانستان برای آنها نیز اطمینان داده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شمار از دیپلمات‌های پاکستانی در کابل پای هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حتی برای ربودن آنان جایزه تعیین شده است. مقام‌های پاکستانی همچنان میگویند که به دلیل افزایش نگرانی‌های امنیتی شمار از دیپلمات‌ها از محل رهایشیشان به ساختمان سفارت در کابل منتقل شدند. حکومت افغانستان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. سوی دیگر رئیس ارتش پاکستان تیراندازی نیروهای مرزی هند بر منطقه سیالکوت را نکوهش میکند. راحل شریف که از زخمیان این رویداد در منطقه سیالکوت دیدن میکرد این اقدام مرزبانان هندی را خلاف توافق صلح میان دو کشور میداند. سوی هم صدها تن در بخشهای مرزی کشمیر زیر اداره هند دست به اعتراضات زدند و از حکومت هند میخواهند که در برابر این اقدام حکومت پاکستان واکنش نشان بدهند. تبادل آتش میان نظامیان مرزی هند و پاکستان در بخش‌های مرزی کشمیر سکوت این مناطق را شکسته است. این درگیری‌ها که از چند روز به این سو آغاز شدند، تا اکنون 11 تن در منطقه کشمیر زیر اداره پاکستان کشته شدند و 47 تن دیگر زخم برداشتند. 3 تن دیگر هم در منطقه کشمیر زیر اداره هند کشته شدند. راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان که امروز از سیالکوت دیدن کرد، نظامیان مرزی هند را متهم بر آغاز این درگیری‌ها می‌کند و این اقدام مرزبانان هندی را خلاف قوانین جهانی می‌داند. در همین حال صدها تن در منطقه کشمیر زیر اداره هند دست به راهپیمایی زدند و از حکومت هند می‌خواهند که به خاطر پایان دادن به این درگیری‌ها از خود واکنش نشان دهد. Pakistan has been violating our territorial integrity. پاکستان همواره تمامیت ارضی ما را نقض میکند. این اقدام ارتش پاکستان اعانت به غرور و افتخار ملی ما است. باید موضع گیری جدی در برابر پاکستان روی دست گرفته شود. در امین وزارت خارجه پاکستان کمیشنر عالی سفارت هند در این کشور را فرا خواند و اعتراض شدید حکومت پاکستان را در پیوند به این حمله ها به وی تسلیم کرده است. خانواده یک افسر پلیس که چند پیش در ولایت نیمروز کشته شد عدالت می‌خواهد. خانواده نوروز یک افسر نیروهای ویژه پلیس در ولایت نیمروز پسر والی نیمروز را قاتل این افسر پلیس می‌داند. نوروز افسر نیروهای ویژه پلیس چند پیش در ولایت نیمروز کشته شد. تا اکنون عامل این رویداد بازداشت نشده است. فریادهای عدالت‌خواهی از کجران به کابل رسید. خانواده این افسر نیروهای ویژه پلیس از کجران دایکندی به کابل آمده است تا این فریادها را به گوش کاخنشینان حکومت برساند. این خانواده ماجرای کشته شدن نوروز افسر نیروهای ویژه پلیس که در ولایت نیمروز سرگرم اجرای ماموریت بود را این گونه فشرده می سازد. روز یکشنبه 25 برج حسد والی صاحب به امرای کابینه خود به طرف بند کمالخان حرکت میکنه. شهید نوروز هم همراه از اینا والی صاحب همراهی میکردن.
در مسیر راه به نزدیکی گمرک موتر از سرباز از بچه والی صاحب جلو پیشی میگیره. بعد از پیشی گرفتن از بچه والی صاحب اقدامن میگرده، اینا رو پایین میکنه از موتر که چرا موتر شما جلو شده از ما. و اینا رو لتوکوب میکنه. بعد از لتوکوب نوروز شهید را به مرمی میزنه. این خانواده میگوید که عامل این رویداد آزادانه گشت و گذار می نماید و تا کنون هیچ اقدامی درباره بازداشت وی و کیفردهی به وی نشده است. تعمیه آلارم بچه والی صاحب آزاد می گرده کدم، کسی هیچ توجه نکرده. ما آمادیم امیج در شهر کابل و اتاق گرفتیم، شب 300 افغانی کرایه می دیم و داد خود با تک تک از بزرگوارا رسندیم، اینا صدای ما رسند نیک نشونیده. خواستیم در این باره دیدگاه والی نیمروز را نیز داشته باشیم، اما وی حاضر به گفتگو نشد. پس از رویداد شاه شهید کابل، یک مرد 32 ساله به بیماری روانی مبتلا شده و از فردای آن روز تا اکنون ناپدید است. مادر پیر این مرد میگوید پسرش آن شب تکان سخت خورد و تا صبح بیهوش بود. اصلاحی هم شمار از آسیب دیدگان این رویداد میگویند که تا اکنون هیچ کمک از سوی دولت به آنان نشده است. حتی زخمیانشان را پول گرفتن از نزدیکانشان و بیرون از کشور فرستادند. با گذشت 3 هفته از این رویداد شمار زیاد از خانواده ها نتوانستند تا ابزار خانه هایشان را از زیر آوار بیرون بکشند و هنوز هم در خانه های دوستان و نزدیکانشان به سر میبرند. 21 روز می شود که این خانه ها سرپرستی ندارند و به جای دروازه های آهنین پرده های نخی از افتادن چشم بیگانه به داخل این ویرانه ها جلوگیری می کنند. هنوز بوی دود و بارود در سیاسنگ شاشهید وجود دارد و لکه های خون بر در و دیوار این محل دیده می شوند. این انفجار آرزوهای زیادی را زیر خاک برد و دار و ندار مردمان این بخش را به هوا بلند کرد. به خانه مادر پیری می رویم که در 3 هفته گذشته در فراق فرزندش ناله سر می دهد. مادر پیچ سفیدی که دار و ندار زندگیش دو فرزندش است که یکی آن یک روز پس از این حمله ناپدید شد و سرنوشتش خبری نیست. اما اون وقت شب می بردی شفاخانه، یعنی گم نمی شد تا حالا گم از بارم. با چه را زنده گم کردم بچه. دیر خاک نشد و زنده از پیشم رفت بچه. تصویرهای پسر 32 سالش را به هر کسی نشان می دهد تا شاید از وی خبری داشته باشند. مانند چینهای صورتش، خانه گلیش هم ترک برداشته و پولی ندارد تا به ترمیم این خانه بپردازد. در این بخش شاشهید کمتر کسی است که آسیب ندیده باشد و یا هم زیان مالی ندیده باشد. نومان عاطفی سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب است. در آن شب در بستر خواب بود که شیشه های خانهش بر کمرش فرود آمدند و ستون فقراتش را به شدت آسیب زده است. وی تصویرهایی را با موبایلش برداشته است که از درهم شکستن در و دیوار خانهش حکایت دارند. 6 عضو خانهش زخم برداشته و با دشواری زیاد یک پسرش را برای درمان به هند فرستاده است. هر روز جان ما سپرم وطن بوده، مردم ما بوده، به خاطر دفاع وطن، به خاطر دفاع و آرامش مردم ما. حداقل آرزو داشتم که در این منطقه یک کسی میامد از اراکین، از مسئولین پرسان میکدن، دلجوی میکدن. کودکان بیشتر از همه در این بخش آسیب دیدند. شمار زیادی از آنان کشته و زخمی شدند و دیگران بیشتر به بیماری های روانی مبتلا شدند و حتی در خواب بار بار فریاد میزنند. ایتان رغلی و خطروست و کمک مشخص نداشوه. مردم از حکومت میخواهند تا نتیجه کار حیات تعیین شده برای بررسی این رویداد را با مردم شریک سازد. درست مانند درختان این بخش که دوباره شاخ و برگ گرفتند، شاید روزی دوباره ویرانی ها آباد شوند، اما داغ هایی که بر دل مردم باقی مانده شاید تا دیر زمان فراموش نشدنی باشد. تمامی کسانی که در این رویداد متضرر شدند از دولت مردان کشور میخواهند تا در روزهای سخت در کنارشان باشند و به این حملات نقطه پایان بگذارند. سید طارق مجیدی، تلونیوس.
شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی بدخشان از نبود درمانگاه در ولسوالی تگاوین ولایت نگران هستند. آنان میگویند درمانگاهی که به تازگی در این ولسوالی به بهره برداری سپرده شده بود، یک هفته پیش از سوی طالبان به آتش کشیده شد و اکنون بیماران برای درمان به فیض آباد و یا ولایت تخار می روند. از سوی هم ریاست صحت عامه بدخشان مشکلات را در بخش صحت در ولسوالی تگاب میپذیرد و میگوید که در این باره با نهادهای کمک کننده گفتگو شده است. این درمانگاه مجهز با وسایل پیشرفته در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان از سوی دفتر جی آی زی با هزینه 24 میلیون افغانی ساخته شده است. قرار بود که تا روزهای آینده این درمانگاه به بهره برداری سپرده شود، اما یک هفته پیش این درمانگاه در حمله گروهی از جنگجویان بر بخش‌های ولسوالی تگاب آتش گرفت و تمامی تجهیزاتش به خاک یکسان گردید. اکنون شورای ولایتی بدخشان از نبود یک درمانگاه در این ولسوالی نگرانی میکند و میگوید که باشندگان این ولسوالی از رهگذر نبود درمانگاه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند. بسیار با مشکل جدی مواجه هستند. ولسوالی دوردست از مریضایشان به ولسوالی که شم یگان تایش میرسه، یگان تایش در مسیر را خدای نخواسته فوت میکنه یا با مشکل مواجه میشن. ولایت تخار هم دور است، ولایت بدخشان هم دور است. ما فکر میکنم که فعلا بعد از عریق کردن امی کلینیک تگاب که اگر عریق نمیشد افتتاح میشد، نیاز مردم رفع میشد. عملی را که نیروهای مخالف دولت و جنگجوهای طالب در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان انجام دادن، به نظر من بسیار یک عمل زیشت، خراب و تاثیرات منفی به مردم محل داشته و باید که نیروهای مخالف دولت استراتژی خود و دیدگاه خود در قبال همچون فعالیت ها تغییر بدن. رئیس صحت عامه ولایت بدخشان نگرانی های شورای ولایتی این ولایت را بجا میداند و میگوید که میکوشند تا نهادهای کمک کننده را قناعت بدهند تا این درمانگاه را بازسازی کنند. عرضه خدمات سیب برای تمام خانم ها و برای تمام اطفال و برای تمام مردم است، چی طالب است و چی ملکی است چی نظام است. امیدوار هستم که چون که عرضه خدمات بری از اونها است، برای تقویت صحت خودشان است احترام بگذارن به چپن سفیدا و این کاری که انجام شده دیگر تکرار نشود. آقای خاوری از گروه های درگیر می خواهد تا چپن سفیدانی که از هیچ نهاد و هیچ گروهی پشتیبانی نمی کنند، تنها هدفشان درمان بیماران هستند، آنان را از بین نبرند و به درمانگاه ها آسیبی نرسانند. 10 تن از جنگجویان گروه حقانی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت خوست بازداشت شدند. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این 10 تن در عملیات های حراس افغانانه، ماین گذاری ها و حمله بر کاروان ها در مسیر راه خوست گردیز دست داشتند که همراه با مقدار جنگ افزار ها و وسایل نقلیه به چنگ نظامی پوشان ریاست عمومی امنیت ملی افتادند. باشندگان خوست از حکومت میخواهند تا در برابر شبکه حقانی با جدیت تمام ایستادگی کند و مانع گسترش و حضور این شبکه در بخش های شرقی و جنوب شرقی کشور شود. شبکه حقانی را بازوی آهنین طالبان میگویند، شبکه‌ای که به راه اندازی ده‌ها حمله خونین در بخش‌های گوناگون کشور متهم است. رهبر این شبکه به باور ریاست عمومی امنیت ملی در خاک پاکستان هر از گاهی در پی نقشه کشی و برنامه ریزی برای حراس افغانی در افغانستان است و نزدیکی جدی با سازمان استخبارات نظامی پاکستان دارد. خوست، پکتیکا و پکتیا گواه بیشترین فعالیت های این گروه است. این افراد سالها در خوست حراس افغانی می کردند و در حمله های گوناگون دست داشتند. ما اولین جکور شروع کرده دی عثمان سرمی شروع کرده دی خلویستات و کمپین دی پا امریکایونی من برید کرده. یعنی او تکولا مخی مو رختیا دی تلیبون سا همکار وام دی محمد امین سا همکار وام زاد دی محمد امین یو سر گروپ وام موتا روکڑی و او تا لاسی ویلس کسای روکڑی و در عملیات کارمندان و نظامیان ریاست عمومی امنیت ملی در خوست، نه تنها این 10 تن بل شمار زیادی از انبارهای مهمات و جنگافزارهای شبکه حقانی کشف و ضبط شده است. تمامی این جنگافزارها برای حمله های آینده این گروه در افغانستان انبار شده بودند. مو دو تیا میلیمتری توپ استعمال و مو پزرگ بنده کاری نکردیم. اتا کورا مخ که حتیب سیب و مو تا اوی چی جهاد وکای تین رابدین یا غیی تاوی چی جهاد وکای بیایی که بل حمزه و باشه اوی چی زبدی قطر ویرولم احمد ملو تا احمد ملو تا چی ویرولم 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 اح
به تازگی عزیز حقانی یک عضو بلندپایه شبکه حقانی و مسئول عملیاتی این شبکه در فهرست سیای ایالات متحده آمریکا جا گرفت. این شبکه در بیشتر از یک دهه گذشته نه تنها مسئول حمله های زیادی بر غیر نظامیان در افغانستان شناخته شده است، بلکه شمار زیادی از پایگاه های نظامیان خارجی در افغانستان از سوی این شبکه آماج قرار گرفتند. پیش از چاشت امروز، هراس افغانان دو موشک را بر خانه استاد عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی در ولسوالی پغمان کابل پرتاب کردند. فهیم کهدامنی از نزدیکان آقای سیاف در یک تماس تلفنی با تولو نیوز این رویداد را تایید میکند و میگوید که در این موشک پراگنی به هیچ کس آسیب نرسیده است. تا اکنون به گونه دقیق روشن نیست که این موشک ها از کدام بخش ها بر خانه آقای سیاف پرتاب شده است. دو کشتی حامل بیش از 500 پناهجو در آبهای شهر زواره لیبیا غرق شدند. مقامهای لیبیایی میگویند که تا اکنون 201 تن توسط گاردهای ساحلی لیبیا نجات داده شدند، اما احتمال می‌رود که صدها تن دیگر جانهایشان را از دست داده باشند. گفته می‌شود که در حال حاضر عملیات جستجو نجات ادامه دارند. غرق شدن دو کشتی پناهجویان در آبهای شهر زواره لیبیا جان صدها پناهجو را گرفت. این پناهجویان که از کشورهای پاکستان، سوریه، مراکش و بنگلادش راهی اروپا بودند، کشتی‌های حامل آنان غرق شدند. در حال حاضر عملیات نجات و جستجو از سوی گاردهای ساحلی ایتالیا و لیبیا ادامه دارند. یکی از پناهجویان سوری که از این رویداد نجات یافته است میگوید که وی به جز از فرار از سوریه دیگر چاره‌ای نداشت. طبعا رحنا مهاجرین، ما مهاجرت میکنیم، البته غیر قانونی. ما در دریا غرق شده ایم. کشتی در یک وضعیت بد قرار داشت و مردم جان باختند. لیبیایی ها ما را نجات دادند، خدا خیرشون. تلاش های پناهجویان از کشورهای گوناگون جهان برای رسیدن به کشورهای اروپایی ادامه دارند، اما پناهجویان برای دست یافتن به این هدفشان با دشواری های زیاد به شمول غرق شدن کشتی های حاملشان روبرو می شوند. بیش از 2300 تن تنها امسال در نتیجه غرق شدن کشتی هایشان در مسیر را جانهایشان را از دست دادند. بخش از درآمدها از حاصلات پسته در ولایت بغلان به طالبان میرسد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که نزدیک به 40,000 هکتار جنگل پسته در این ولایت وجود دارد که یک بخش از این جنگل ها در دست مخالفان مسلح دولت است. این در حالی است که گفته میشود امسال حاصلات پسته در ولایت بغلان چند برابر افزایش یافته است. اینجا دره آب یکی از مناطق پوشیده با جنگل های خودروی پسته در ولایت بغلان است. جنگل های پسته در بغلان از همین منطقه آغاز شدند. در آغاز این دره روستایی وجود دارد که بیشترین درآمد باشندگان آن از فروش حاصلات پسته به دست می آید. مسئولان زراعت و آبیاری ولایت بغلان هرچند از افزایش حاصلات امسال پسته در بغلان خبر می دهند، اما می گویند که یک بخشی از درآمدهای حاصلات پسته در این ولایت را مخالفان مسلح دولت گردآوری می کنند. محافظین ما رفت آمد کرده می تانند، بازم مفراد غیر مسئول و طالبا و مخالفین اونجا نفوذ داره، مثل جنگلات پسته کرکر و چپسای و شترغلت و بایسقال و یعنی بعضی جا فعلا اونجا برسته سیر مخالفین قرار داره، دیگه دیگه اونجا امنا تسلط داره. از سوی هم شماری از باشندگان دره آب میگویند که سالانه هر خانواده در این منطقه تا 60,000 افغانی از فروش پسته به دست می آورند و به باور آنان گردآوری حاصلات پسته در این ولایت به دست باشندگان محل و افراد زورمند است. این فامیل خود ما که یک نفر بریم 10-12 سیر جمع کردیم دیگه. سیر چند خورو؟ سیر 12 ست. از سوی هم مسئولان شورای توسعه روستای قرصای بغلان میگویند که حکومت بر جنگل ها و حاصلات پسته در این ولایت هیچ نظارت ندارد و در این بخش سالانه میلیون ها افغانی به جیب افراد گوناگون میریزد. در قسمت نگه داشتن همین جنگل یک مقدار به توجهی میکنه، به این دلیل که یک نفر محافظ نمیرسه به این جنگل که سر تا پای جنگل بگرده و از فسارات جنگل با خبری بکنه. اینجا دره آب روستای قرصای است.
قسمی که شما میبینین هزاران هکتار جنگلات پسته ایجا وجود داره و این پسته به شکل خودروی است. امسال گفته میشه حاصلات خوب داشته پسته و ساحات او طرفتر از این که قریجات دوردست از این منطقه است اونا تحت کنترل طالبا است و قسمی که مردم محل میگن او ساحات تمام حاصلاتش طالبا گرفته و شاید هزاران سیر پسته را طالبا جمع‌آوری کرده و به فروش رسانده باشه. مردم محل میگن که هر سیر پسته امسال بالاتر از 1000 افغانی به فروش رسیده. امسال حاصلات انگور سیاه در فرانسه تا 25% افزایش یافتند. شمار از باغداران در این کشور با خوشبینی به افزایش چشمگیر انگور سیاه در این کشور میگویند که امسال درآمدهایشان از فراورده‌های باغی افزایش خواهند یافت. در پایان این گزارش برنامه محور هم به پایان میرسه. از توجهتان سپاس. با افزایش حاصلات انگور سیاه در حوزه بیوجولیس فرانسه گفته می شود که تولیدات جوس در کارخانه های فرانسه نسبت به سال گذشته تا 25% افزایش خواهد یافت. شمار از باغداران در فرانسه می گویند که به علت نبود باران های موسمی امسال انگور سیاه در باغ هایشان حاصلات فراوان داشتند. آنان می گویند که نبود آفات های نباتی در این باغ ها نیز از علت های افزایش حاصلات امسال است. ما تمام سال کار کرده ایم تا بتوانیم برداشت مناسب داشته باشیم و اکنون خرسند هستیم که در 15 روز آینده حاصلات من را گردآوری میکنیم. این در حالی است که گفته میشود افزایش حاصلات انگور سیاه در فرانسه صاحبان کارخانه های پروسس انگور را نیز خرسند ساخته است و در این بخش کارخانه داران تلاش دارند تا باغ های انگور را پیش از برداشت حاصل بخرند.